و در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم کریستوفر رابین، محصولی از شرکت دیزنی که از روز جمعه اکران اون در آمریکا شروع شد. کریستوفر رابین، پسر بچه بازیگوش سابق، در بزرگسالی کارمند یک شرکت چمدان سازی در لندن بعد از جنگ است. We've called an emergency meeting this weekend. I promised my wife and daughter I'd take them away this weekend, sir. We need to cut 20%. و ناچار می شود همسر و دختر خود را تنها به خارج از شهر بفرستد تا برای اخراج 20% از پرسنل این شرکت چاره‌ای بیندیشد. آنجا وقتی خسته و مستعصل به پارک می رود، ناگهان با وینی، دوست دوران کودکی خود روبرو می شود. Christopher Robin. In our Christopher Robin, it's the first time we see the stuffed animals Pooh and his friends try to help Christopher Robin. کارگردان مارک فورستر میگوید در فیلم کریستوفر رابین برای اول بار میبینیم که حیوانهای عروسکی وینی دپو و دوستان او سعی میکنند به کریستوفر کمک کنند. سفر آنها که کریستوفر رو انقدر دوست دارند که جرأت کردند ایمنی و آرامش جنگل 100 هکتاری رو رها کنند و برای کمک به او به لندن بیایند خودش یک ماجرای خارق‌العاده است. I wonder which way. I always get to where I'm going by walking away from where I have been. ظهور شخصیت‌های خیالی دوران کودکی ابتدا برای کریستوفر ناراحت کننده است و ضمناً شرم‌انگیز چون او تنها کسی نیست که می‌تواند آنها را ببیند. I love play. Well, let's see it. Like this. I was very charmed by the script and the fact that they take Christopher Robin as a man my age and بازیگر مکگرگور میگوید سناریو او را خیلی مجذوب کرد و اینکه کریستوفر رابین مردی به سن و سال اوست که یک دختر دارد، چون او میگوید به عنوان پدر چهار دختر رابطه این پدر و دختر را درک میکند. Hello. Can I get you anything from the trolley? I'd like 5 cups of tea, please. Of course. And some milk. فیلم پست مدرن کریستوفر رابین با ترکیب دنیای عروسک‌های دست‌ساز کتاب‌های A.A. Milne و رئالیسم جادویی فیلم‌های دیزنی، تماشاگران آشنا رو به یاد خود کریستوفر رابین، پسر A.A. Milne و موضوع کتاب‌های او می‌اندازد. بازیگر هیلی اتول میگوید این داستان مردی است راه گم کرده که به دامان خانواده باز میگردد و این تجربه است که برای خیلی ها که وقتی دنبال کاری میروند و راه خانه را گم میکنند قابل لمس است. I was wrong about everything and I've got to get back to my family. Farewell, Christopher Robin. علی‌رغم تصاویر آفتابی روستاهای شمال انگلستان که جنگل سکهکتاری را در آنجا فیلم برداری کردند و شوخی‌های دلانگیز بصری فیلم، منتقد دیوید سیم در ماهنامه آتلانتیک می‌نویسد سرانجام معلوم نیست که مخاطب این فیلم کیست، چون این فیلم اندوهناک که بر مشقت سربازان بازگشته از جنگ تمرکز می‌دهد، سوگوارتر از تحمل بچه‌ها و خیال‌پردازتر از تحمل والدین آنهاست. Piglet. بهنام، این فیلم فقط در ارتباط با وینی و کتاب‌های اون معنی پیدا می‌کنه، ولی این داستانی بدون ارتباط با وینی و کریستوفر رابینی که همه می‌شناسن. منتقدها به چنین برداشتی چی میگن؟ خب باید گفت برداشت اصیلی هست، یک کار سینمایی قابل اعتنا هم هست، دنباله چیزی نیست. اعتبارش رو از کتاب‌های پرفروش A.A. Milne میگیره که برای مردم همه کشورهای دنیا آشنا هست و بخشی از کتاب‌هایی است که در نیمه دوم قرن بیستم هر پدر مادری برای بچه‌های خودش میخونه و اونا هم برای بچه‌های خودشون. ولی فیلم کریستوفر رابین از گنجینه پرارزش شرکت دیزنی بیرون میاد که ثروت اصلیش قصه‌ها و شخصیت‌های شاخص هست، از خود میکی ماوس گرفته تا مخلوقات دیگه والت دیزنی تا شخصیت‌ها و قصه‌هایی که به تدریج خریداری و انباشته کرده، از جمله همین داستان‌های وینی دپو و کریستوفر رابین که در دهه 1960 دیزنی تمامش رو خریده و سال 2011 شاهد فیلم وینی دپو بودیم از این مجموعه. مارک فورستر فیلم های بزرگ تجاری و پرخرجی مثل کوانتوم آف سالس از دوره جدید جیمز باند رو ساخته، فیلم جنگ جهانی زی در مورد مبارزه جهانی با زامبی ها رو برای شرکت براد پیت کارگردانی کرده بود، ولی در کارنامه او آنچه به فیلم کریستوفر رابین مربوط میشه فیلم فایندینگ نورلند هست، داستان ابتکاری نوشته شدن کتاب پیتر پن که تم مشابهی داره و مهمتر از اون در سبک رئالیسم جادویی هست مثل همین فیلم کریستوفر رابین. ولی بهنام، در گزارش روز جمعه در برنامه ساعت خبر هم اشاره داشتی به اینکه نقد این فیلم تا یک روز قبل از اکران در ایمبارگو بود. حالا که نقدها بیرون اومده منتقدها چی میگن؟
هرچند که همه نشستن یک صدا این فیلم رو تحسین بکنن، اما جهت کلی نقدهای فیلم کریستوفر رابین مثبت هست. به قول منتقد پیتر راینر در کریستین ساینس مانیتور، یکم طول میکشه که فیلم جا بیفته، اما نتیجه کار فیلم شیرینی هست. منتقدها به پیام کلی فیلم اشاره میکنن که در چارچوب فیلم‌های دیگه شرکت دیزنی جا میگیره، عشق به زندگی رو تبلیغ میکنه با استفاده از درون مایه کلی برگشت به صفای عالم بچگی در لحظات تلخ بزرگسالی که مسئولیت‌های زندگی، درد نان و اجاره منزل میتونه روح انسان رو خفه بکنه و آدم رو غافل بکنه از چیزهای مهمتر زندگی مثل عشق و آفتاب و خیال و خانواده، محبت زن و فرزند. در یکی از صحنه‌های اولیه فیلم وقتی زن و بچه رو یلاق میفرسته که خودش در شهر بمونه که به کار دردناک اخراج کارمندها برسه، زن کریستوفر رابین بزرگسال بهش یادآور میشه که سالهاست لبخند او رو ندیده. برای ایفای چنین نقشی هنرپیشه ایوان مکگرگور بهترین گزینه بوده. به قول منتقد دینا باربتو، مکگرگور همیشه میتونه با یه پوزخند شیطنت‌آمیزی کنار لبش نقش بزرگسالاری رو بازی بکنه که در کودکی در نگاهشون جرقه میزنه. جاذبه فیلم همونطور که در گزارش هم اشاره کردم اینه که شخصیت‌های خیالی رو، اینا نه حیوانات واقعی بلکه عروسک‌های پشمالوی دستمالی شده دوره بچگی هستن، اینها رو زنده می‌کنه و میاره با واقعیت زندگی لندن بعد از جنگ جهانی ترکیب می‌کنه. فضای فیلم به قول منتقد کوین فالون فضای مالی خولیایی و غم‌انگیزی است که چشم تماشاگر رو نمناک نگه می‌داره. اما بیشتر منتقدها از جمله مایکل فلیپس، منتقد شیکاگو تریبیون، کارگردان مارک فورستر رو صاحب تخیل بصری درخشانی نمیدونن. فلیپس حتی نوشته فورستر اصلا کارگردانی بلد نیست. با این حال او هم قبول داره که کریستوفر رابین فیلم باحالی از کار در اومده. جیمز ورنیری در روزنامه هرالد باستون فیلم رو از حد انتظار بهتر دونسته و همه منتقدان نوشتن که علاوه بر بازی مکگرگور و هیلی اتول در نقش همسرش، عامل موفقیت فیلم کار درخشان هنرمندان صدا هست مثل جیم کامینگز که صدای شخصیت‌ها رو اجرا کردن. به نظر پیتر راینر کار این هنرمندها از کار هنرمندان گرافیک کامپیوتری که این شخصیت‌ها رو به وجود آوردن به مراتب بهتر هست. مرسی بهنام از گزارش امشبت.